واقعیت اینه که در 45 سال گذشته دانشگاه همیشه سنگر دفاع از آزادی در مقابل آخوندها بوده و از طرف دیگه آخوندها هم همیشه میخواستند که دانشگاه مورد نظر خودشون رو داشته باشند. بنابر همین واقعیت علاوه بر فراهم کردن سهمیه های مختلف برای نیروهای وفادار داخلی دانشگاه های مختلف کشور مجوز جذب دانشجویان خارجی همسو با سیاست های آخوندها رو هم دریافت کردند. در همین رابطه محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در 25 مرداد همین امسال از ادامه جذب نیروهای هشت و شعبی به عنوان دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران خبر داد این موضوع برای اولین بار در تیر ماه 402 مطرح شده بود و مقیمی توضیح داد که این دانشجویان شامل فرزندان نیروهای نیابتی خامنه ای یا به قول خودشون جبهه مقاومت از جمله هشت شعبی هستند و دولت عراق هم بودجه مناسبی رو برای تحصیل اونها اختصاص داده افزایش تصویب سهمیه ها و بورس برای بسیجی های سپاه در آبان 401 هم جواب حکومت به موج اعتراضات دانشگاهی اون دوران بود هدف هم تقویت نیروهای سرکوب و حامیان رژیم در فضای دانشگاهیه در جریان اعتراضات 1401 هم گزارش های منتشر شد که نیروهای هشت و شبی برای سرکوب معترضان وارد کشور شدند اما تصمیم حکومت برای حضور نیروهای شبه نظامی در دانشگاه کشور با مخالفت های جدی هم مواجه شده تو همین رابطه دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای مخالفت سریح خودشون رو با حضور نیروهای هشت و شعبی در این دانشگاه اعلام کردند و اونها تاکید کردند که حضور نیروهای نظامی در دانشگاه چه در لباس نظامی و چه در لباس درس رو نمیپذیرند و در مغ... و در برابر اون مقاومت خواهند کرد حضور نیروهای هشت و شبی از یک سو ورود هرچه بیشتر اعضای بسیج به دانشگاه های کشور به ویژه در تهران بازوهای سرکوب خامنه ای در دانشگاه ها رو تقویت میکنه خامنه ای که از وقوع اعتراضات به ویژه در تهران نگرانه با پذیرش نیروهای هشت شبی در دانشگاه ها و سازماندهی اونها برای مقابله با اعتراضات از اونها به عنوان اهرم سرکوب استفاده میکنه اما ورود اونها به دانشگاه ها در شرایطی که اعتراضات هر روز در کف خیابون ها جریان داره برای خامنه ای و رئیس جمهور جدیدش البته کار ساده ای نیست و این کار مثل بنزین روی آتش خشم و اعتراضات دانشجویان و دانشگاهیان آزادیخواه و سایر اخشار مختلفه